پس از تصویب قانون حمایت از کودکان و جنجال در مجلس نمایندگان بر سر این قانون، وزیر عدلیه میگوید که این قانون بر اساس کنوانسیون حقوق کودکان طرح شده است. و ما به کدام دلایلی که در حکومت طی مراحل کرده و شورای ملی فرستاده خدمت شما ما عرض کردم که اینجا مسئله القای سفارت ها یا کدام جای نیست، کنوانسیون حقوق طفل است و سوابق حقوقی در کشور ما است که امیسن در اوجه قبول شده. وزیر عدلیه از شورای ملی خواست که در پیوند به قانون حمایت از کودکان زودتر تصمیم بگیرد تا تصمیم نهایی در پیوند به این قانون گرفته شود. در اینجا مشکل است که ما ابراز نظر کنیم، باز هم قانون در تالار شورا موجود است، انتظار ما ایست که خواهرها و برادران ما در وزیسی جرگه با توجه به همه قوانین گذشته، با توجه به الحاق ما به کنوانسیون حقوق طفل تصمیم بگیرند. وزیر عدلیه همچنان از نهایی شدن ده ها قانون توسط این وزارت در سال روان سخن میزند و میگوید که با نهایی شدن و طی مراحل این قوانین، قانونمندی در کشور بیشتر از پیش تحکیم خواهد یافت. با تعداد 75 سند تقنینی از سوی وزارت عدلیه تدقیق و قرار طی مراحل به کمیته قوانین کابینه و شورای ملی ارسال گردیده است که از جمله طرح قانون آب، طرح قانون تنظیم کودهای کیمیاوی، طرح قانون مدادها، نشانها و القاب و تصویب شورای ملی رسما فرستاده شده است. قانون حمایت از کودکان در نشست روز دوشنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید، اما تنش‌ها در پیوند به این قانون بیشتر از پیش بین اعضای مجلس نمایندگان شدت گرفته است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان قانون حمایت از کودکان را خلاف ارزش‌های اسلامی می‌دانند و خواستار تجدید نظر در این قانون هستند.